هوش است. طبقات افشاری رو ما میتونیم سه طبقه اصلی درآمد، جامه‌دران و عراق در نظر بگیریم. قرائی در محدوده صوتی عراق قرار میگیره که تفاوت‌هایی هم البته داره. افشاری رو ما در مایه دو نوشتیم. یعنی شاهد نوت دو هست. به همین دلیل چون در افشاری دو نوت فا اهمیت بسزایی داره، کوک رو دو فا دو در نظر گرفتیم. در افشاری درجه بعد از شاهد همیشه متغیره. اگر ما بخوایم افشاری دو رو با دشتی ر مقایسه کنیم، در هر دو ر متغیر هستن، با این تفاوت که در دشتی حول محور ر بیشتر گردش میکنیم و شاهد ر هست، در افشاری دو شاهد ما هست. در حرکت های بالا رونده عمدتاً ر به کار استفاده میشه و در حرکت های پایین رونده عمدتاً ر کرون استفاده میشه. در اون منطقه ما هم دانگ دشتی داریم و هم دانگ شور. افشاری در بسیاری از جاها خیلی شبیه به دستگاه نوا میشه. خود واژه افشاری که منصوب به ایل افشار از طوایف ترک ایران هست و ما یک سلسله پادشاهی هم در ایران به نام افشاری هم داریم، از متعلقات شور به حساب میاد، اما به عقیده وزیری به سگاه نزدیکتر از شور هست به واسطه حرکت ها و اهمیت نوت ها و نوت های متغیری که درش وجود داره. وزیری معتقده که خود افشاری باید یک دستگاه علاهده به حساب بیاد، نه اینکه جزء متعلقات شور، یا اینکه جزئی از سگاه به حساب بیاد. او میگه که افشاری شامل شکایت ها، غم ها و اندوه ها هست. درجه چهار شور، حالا اگر شور صلح رو در نظر بگیریم، درجه چهار شاهد افشاری هست، یعنی نوت دو. درجه دوم ایست موقته. درجه پنجم نوت متغیره مثل ره که ره کرون میشه گاهی. و ایست کامل ممکنه روی فا قرار بگیره، اما به عقیده روح الله خارقی بیشتر اوقات به تونیک شور فرود میاد، یعنی روی سل ایست میکنه و فرود بر تونیک افشاری یعنی نوت فا یک قرارداد معمول نیست. این رو خالقی میگه. اما از لحاظ زیبایی شناسی ایست روی نوت لا کرون یا نوت فا در افشاری بهتر صدا میده. گوشه‌های افشاری در اکثر ردیف‌ها شامل درآمد، کرشمه، جامه‌دران، بسته‌نگار، قرائی، مثنوی پیچ، نهیب، عراق، حصار، مسیحی، تخت‌آقدیس، صدری، قره‌باغی، آقا حسین قلی و شاه ختایی هست. قرائی هم که آغازش از درجه هفتم شور به عنوان شاهد هست، یعنی نوت فا، ایستش درجات پنجم شوره، یعنی نوت ره، که البته این حالت هم باز در ردیف‌های مختلف ممکنه متفاوت باشه و روی دو ایست کنیم. توالی نوت‌های گام افشاری از نگاه وزیری و خالقی، از فا اگر در نظر بگیریم، فا، سول، لا کرون، سی به مول دو، ره کرون، می به مول فا هست، که البته این ره کرون متغیر هم هست و ره به کار هم میشه. افشاری دو که در این ردیف وجود داره، افشاری راست کوک به حساب میاد.